بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. زخمی جی گرم اللہ زخمی جی گرم نسیمی سبائی برو بسوئی دل برم ملہمی وصل بیاور بزخمی جی گرم اللہ زخمی جی گرم نسیمی سبائی تغ زخم نامی پٹکڑا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. در جمله آیت هایی که در سوره اعراف ما و شما خوانده بودیم در متعلق امری که الله متعال برای سجده آدم علیه السلام برای همه ملائکه کرده بود و در او زمره ابلیس هم موجود بوده، شکل شباهت و تمام حلیه ظاهری ابلیس از جمله عبادت کننده های خیلی بزرگ بوده. ابلیس از سجده کردن ابا ورزید، انکار کرد. الله متعال هنجام ازور و عذاب ازور در کتاب خود ذکر میکنه. عذاب الله متعال همیشه کسی که قصد یک شیء میکنه به مخالفت امر الله متعال، الله متعال او را عذاب میده به ضد امون چیز. ابلیس لعین تکبر ورزید، خود کلان تراشید، الله متعال ای را عذاب داد به ضد تکبر که او را عبارت از ذلت و خواری میگه، چرا که خود کلان تراشید. الله متعال هم برش گفت که فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو از جمله کسانی هستی که خیلی ذلیل هستی. این قانون الله متعال است، کسی که معصیت و نافرمانی الله متعال میکنه، الله به نقیز یا ضد از او را معاقبه یا عذاب میده. اراده ازیر داره که من از الله متعال از دایره اطاعتش خود بیرون کنم، الله متعال او را دیگه هم حقیر میکنه. اگر عبادت الله متعال کسی نمیکنه، الله متعال او را عبد برای بسیار مخلوق خود که مخلوق عاجز از میگردانه. به طور مثال در عصر حاضر خود ما میبینیم کسایی که عقیده توحید الله را نداره، وابستگی به الله متعال نداره، مشکلات خود به الله متعال پیش نمیکنه، میبینیم که به مختلف نعوذ بالله معبودا سرگردان میگرده، گوید یک زیارت، گوید دیگه زیارت، گوید دیگه زیارت، حیران متردد میگرده با وصفی که خوب میدانه که اینی چیزی را پیدا نمیکنه. این قانون الله متعال است که کدام چیزی را انسان قصد کرده باشه، الله متعال به ضد و نقیزش چی میکنه؟ معاقبه میکنه. ابلیس لعین تکبر کرد، خود کلان تراشید، اما الله متعال او را ذلیل کرد، خوار کرد، در او درجه پایین کرد که حتی از رحمت الله متعال بالکل بیرون شد. ابن کثیر رحمه الله میگه که الله فرمان قدری یا فرمان ازلی خود کرد. چرا؟ به خاطری که اینمی ابلیس لعین در قلب از امی تکبر موجود بوده، به الله معلوم بود که اینمی ابلیس با اینمی عبادتش با اینمی همرنگیش با امرای ملائک، لیکن در قلبش یک چیزی وجود داره. یقینا هم این سرنوشت ابلیس به انسان یک درس عظیم میده. تو بیبی که ابلیس کدام گپی که در قلب خود پنهان کرده بود و او را در عمل ظاهری خود آشکارا نمی کرد، آخرش چی شد؟ منفجر شد. امو نعوذ بالله فسادی که در قلب از او موجود بوده. علما نوشته میکنه یک انسانی که در قلب خود اینمی قسم عقیده فاسد داشته باشه، ای به مثل یک حوزی که آب فاسد در او چی شده باشه؟ جمع شده باشه. او کم کم اضافه شده، اضافه شده، اضافه شده، یک وقت منفجر میشه.
امو بوی از او بیرون می برایه. ابلیس لعین با وصفی که خود همرنگ ملائک ساخته بود در عبادات، چقدر قدر و منزلت برش حاصل بود، قرب الله برش حاصل بود، در نعمتهای الله متعال موجود بود، انس محبت برش در ظاهر حاصل بود، همه ای گپا. اما به یک لحظه به مجردی که تکبر میکنه، الله متعال همه امور از پیشش میگیره، مبدل میسازه به او حالتی که آلی دیگه خوشی از او نمیه. علت کجاست؟ علت ایسته که ای در قلب خود چیزی را پنهان کرده بود. از اینجا معلوم میشه که یک انسان اگر در قلب خود نمی قسم یک عقیده غلطی داشته باشه، یک روز نه یک روز از پیشش ظاهر میشه، برملا میشه و نمی قسم حالات یا امو اثراتی که سری و نمو گناه هست، الله متعال مرتب میکنه. یقینا هم انسان باید خیلی زیاد حراسی داشته باشه، ترسی داشته باشه در همه عبادات الله که انسان انجام میده، باید ترس از الله داشته باشه، به خاطر که نعوذ بالله ریا یا آن چیزی که انسان یک کمی غرور برش پیش میکنه، عجب پیش میکنه، این خیلی خفی میباشه، بس اوقات حتی معلوم کرده نمیتانه. از امو خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دعای خود میگفت اللهم انا نعوذ بک ان نشترک بک شیئا، الله ما پناه میگیریم به تو، یا الله متعال پناه میبریم به سوی تو، یا میگیریم برای به تو از چی؟ از اینکه ما شرک به امرای تو بکنیم، شیئاً یک چیزی را، یک چیزی را اگر شرک امرای تو بکنیم، الله ما به تو پناه ببریم که ما شرک نکنیم. نعلمه که ما او را میداریم، خود ما میدانیم که این شرک است، ما به تو پناه میگیریم. ببینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام در دعای خود تعلیم میده امت خود که حتی شرک را که ما میدانیم توانمندی از این نداریم که خود نجات بدیم، و جز از این که به پناه الله خود بدیم. الله متعال اگر انسان چی بکنه؟ حفاظت بکنه. بعد از او دعا میکنه و نستغفرک لما لا نعلمه، ما از تو مغفرت و بخشش طلب میکنیم از او شرکی که نمیدانیم. شه از این دعای پیغمبر علیه السلام واضح میشه که این طور شرک هم وجود داره که حتی ما علم هم سرش نداریم و این سبب بربادی اعمال یک انسان میشه، مثل ابلیس. والی حالی بر ما واضح شد که وقتی ابلیس بین یک گناه که انکار و رد امر الله متعال بود، هم اعمال ازی از بین رفت، هم کارش از بین رفت. ایجا گب در ایجا است که انسان باید رجوع به سوی الله متعال بکنه و استغاثه به سوی الله بکنه، به سوی الله متعال پناه ببره تا که انسان الله متعال حفاظت بکنه. علت شام اینه میسته که ما معلومات کافی در اطراف خود نداریم که ما بادا در کدام گناه واقع شده. آلی ابلیس الله متعال فرمان داد که فهبت منها، تو از این مرتبه یا از این جنت پایین برو دیگه، برای تو این مناسب نیسته که در اینجا تکبر بکنی، این مقام و منزلت از دست دادی و تو از جمله شخصیت های هستی که سخت ذلیل و خوار و بی قدر و قیمت و بی ارزش پیش ماست. شیطان چی میکنه؟ ببینیم تفاوت در بین دو شخص چقدر است. آدم علیه السلام هم از یک خوردن درخت منع شده، اما با مجرد فهمیدن از حالت خود که من مرتکب نافرمانی یا مرتکب خلاف امر الله متعال شده، مرا ممنوع ساخته بود، با وصف که او نهی ارشادی است که انشاءالله در درسای دیگه بازیر توضیح میدیم که آدم علیه السلام چرا مرتکب خوردن همی درخت شده. بازم زمانی که همی قدر درکت، آدم علیه صلوات و سلام متوجه میشه به سوی الله خطای خود میپذیره، اما ابلیس لعین خطای خود نمیپذیره، بلکه طغیان و سرکشیش دیگه هم اضافه میشه. دعا میکنه، از الله متعال طلب میکنه، قال انذرنی الی یوم یبعثون، یا الله مرا مهلت بده تا روزی که مردم از مردن پس زنده میشه. آنقدر هوشیار است، مهارت داره که از الله متعال سوال میکنه که الله مرا اینقدر موقع بده کی معامله دنیا ختم شوه، حساب و کتاب در اونجا مکمل ختم شوه، پس از اینکه مردم از قبرها پس زنده میشه تا او وقت مرا مهلت بده، موقع بده. الله متعال چی میکنه؟ قال انک من المنظرین، یقینا تو از جمله کسانی هستی که مهلت برتان داده شد. اینجا بسیار نکته باریک است. اول نکته باریک است که ابلیس لعین خو سرکشی کرد، بعد به خود میامد میفهمید، بازم عاجزی به الله متعال میکرد که ولا نفهمیدم خطا شدم، بجای از اینکه به الله رجوع میکرد، نعوذ بالله راه طغیان و سرکشی را دیگه هم در چی در پیش گرفت. الله نگاه کنه یک انسانی که در گناه ها مبتلا باشه، در گناه ها روان باشه، نعوذ بالله، تا که در پیش رویش اونمو کارا دیگه هم زیبا وانمود میشه و ایده و حرکت میکنه، غرق شده میره، اینمی در حقیقت راه شیطان رفتن است. انسان اگر گناه میکنه زود
تنبیه شوه، خودت آگاه بکنه که من سرکشی الله متعال کردم دی کار، بعد تلافی زیره بکنم، تدارک زیره بکنم، نه ای که من ایره ادامه بدم. اگر یک انسانی سرینمی گناه خود حرکت میکنم مستمر دوام میده، نعوذ بالله راه شیطان تعقیب کرده، چرا که شیطان از امی عمل کردی خود اظهار ندامت و پشیمانی نکرد، بلکه دیگه هم سرکشی را شروع کرد و از الله متعال طلب چی را میکنه؟ مهلت را میکنه. نکته دیگری که خیلی باریک است و خیلی مهم است ایست که ابلیسی لعین دمی موقع هم حاجت روا الله را میدانه. یک موضوع. دوم، بازم از الله متعال مایوس نیست، از الله متعال سوال میکنه. شما ببینید تفاوتی که فعل حال در عقیده ما مسلمان است و در تفاوتی که در بین سوال ابلیس است چقدر زیاد است. ابلیس از رحمت الله امیالی هم محروم نیست، ناامید نیست، از الله سوال میکنه، خدا محروم فکر نمیکنه، بازم از الله سوال میکنه که مرا مهلت بدی، من خوب بدبخت شدم، آنی دیگه کاری خدا کرده رو ایستم، من ای کاری خدا میکنم. اما مسلمان ما امروز خدا مسلمان میگه اما چی نمیکنه؟ از الله متعال سوال نمیکنه. حتی یک تعداد گناهکارای ما در سرحد میرسن، در سرحد میرسن که مایوس میشن، نعوذ بالله. اما آدم که در دریا قطی شوه، باز بعد از یک کمی دامن یا پایچش تر شوه، باز او میگه تر شدم، کلی کالا را اعلام میکنه، میگه بان که کلگی تر شوه. یک تعداد گناهکارا همینطور است، زمانی که در معصیت مبتلا میشن، باز اینمی شیطان وسوسه برشان میکنه، یار آنقدر از رحمت الله ناامید میسازه که برو تو غرق هستی، گناه تو آنقدر عظیم است که هیچ راهی بخشیدن برش موجود نیست، قطعا موجود نیست. از امو خاطر اینمی گناهکارا باز چی میگه؟ دمی دنیای خود خو عیش و عشرت کرده، برو بیاز آخرتت خراب شده. از امو خاطر باز شروع میکنه و تمام انواع گناه ها دست میپرده و مرتکب جنایات بزرگ میشه. ابلیس لعین یک مرتبه او طرف چون دشمنی داره قطی بندگان الله متعال، تلاش میکنه که یاره از یک رخنه، نه یک رخنه شکار کنه، یاره خطا بکنه شانه. اینجا از که ایره اول در گناه مبتلا میکنه، گناه را برش زیبا میسازه، بعد از او که گناه کرد آنقدر ایره مویس میسازه که بالکل الله تو را نمیبخشه، ایره دیگه هم جرأت به انجام گناه میده. بسیار مردم امیالی یقینا که در درس ها کتاب الله را قرآن کریم نشونیده، بری که بسیار مردم مایوس است. پیش خود ما به یک نفر نه، به ده ها نفر آمده گریان کرده، جوانا همینطور گفته که مولوی صاحب می تور گناه نیست که از پیشم باقی مانده باشه، بشناسم مانده باشه، ولی ما تباه شدیم، ولی ما مرام الله میبخشه. من میگم چرا نمیبخشه؟ اگر به اخلاص توبه شو، از دست از گناه کشیده شو، الله متعال تا او وقت توبه قبول میشه تا که انسان در غرغره میرسه، که اونجا حالات آخرت نمایان میشه، بعد از الله قبول نمیکنه. چرا که توبه، توبه چی است؟ حالت ناامیدی است، توبه اساس. یکی که آفتاب از مغرب غروب بکنه بعد از توبه بند میشه، چرا که حالات دنیا تمام میشه، حالات آخرت نمایان میشه و در اون موقع هر کس توبه میکنه. فرعون هم زمانی که در غرق نزدیک شد دید حالات آخرت، اونجا چی گفت؟ اظهار ایمان کرد، اعلان ایمان کرد، اما ای قابل قبول نبود. قبل از او انسان اگر مرتکب هر قسم گناه شده باشه، انسان ناامید نشه، بلای خود رجوع بکنه. حالی ما چرا از الله سوال نکنیم؟ ابلیس از الله سوال میکنه. ابلیس الله کدام چیزی را که سوال کرده الله داده؟ حکمتش تقاضا میکرد که به ابلیس مهلت بده. چرا؟ به خاطری که بندگان خدا وقت امتحان میکنه، ای امتحان طوری میشه که دشمن داشته باشه، کسی باشه که ایره وسوسه کنه، کسی باشه که محرک راه های غلط باشه. اگر نی که همیشه محرک راه های خوب باشه، خوب فرق نمیشه که کدام آدم یقینا تابیداری الله است و کدام آدم تابیداری خواهش نفس است، کدام آدم تابیداری پیغمبر است، کدام آدم تابیداری شیطان است، کدام آدم تابیدار لحاظ دین میکنه، کدام آدم تابیداری لحاظ قوم و اولاد و مثلا خیل و ایگپار میکنه. اینی کشمکش است. پیشم در اول درس ها گفته بودیم که کدام شرافت الله برای اولاد آدم علیه السلام داده، به می خاطر داده که یا عبادتی را انجام میده که او در بین کشمکش است، هزار طرف سرت حمله است، لیکن تو بازم عبادت الله متعال میکنی. این امتیازی چیست؟
این آدم علیه صلات و سلام است، اولادیش است، که یا این عبادت در یک میدان جنجالی و کشمکش پیش میبره. اینجاست که شیطان از الله متعال مهلت طلب میکنه و الله مهلت برش میده، عمرش دراز میکنه، لیکن نه تا یوم البعث که حتی حساب و کتابم ختم شده باشه، مردم از قبرها خیسته باشه، ایگه پانی الى یوم الوقت المعلوم، تا روزی که وقتی معلوم است، تا اونجا را الله متعال برش انذار یا مهلت برش میده. برای ما واضح شد از اینجا که حتی ابلیس لعینم از کسی دیگری سوال نکرده، در میتور موقع مایوس از پوره کردن حاجت خود از الله نشوده، از الله سوال کرده. ما وقتی مسلمان باشیم، بندگان الله متعال باشیم، اگر جرم از پیش ما شده باشه، چرا مایوس باشیم؟ چرا از الله سوال نکنیم؟ ابلیس این سوال میکنه، ما چرا سوال نمیکنیم؟ مهم گپ اینه میجه است که ما باید به الله رجوع بکنیم که ابلیس وقتی مایوس نیست ما چرا مایوس شیم، ولو که هر قسم گناه باشه. یک موضوع دیگه، موضوع ابلیس این مطالبه را کرده و الله متعال موقعی برش داده که بله تو از جمله منذرین هستی، برای تو مهلت داده شده گیسته، تو دیگه هر چی که میکنی. ابلیس آلی چی میکنه؟ چرا این دعای ابلیس الله متعال اجابت میکنه؟ اینقدر موقعی دنیا عمر برش بده و این تسلط هم داشته باشه، پشتی سر بخیر میخوانیم آیتایی که قسم یاد میکنه که من از بندگانیت یک حسره برای خود جور میکنم، چرا الله متعال امی موقعی را برش میده؟ اینجا برای ما واضح میشه که اهمیت دنیا در نزد الله متعال چقدر است، دنیا چی ارزشی داره. یکی دنیا به نزد ماست، یکی دنیا به نزد الله متعال است. دنیا اگر این دنیا تعمیرش، محنتش، زحمتش، مشکلاتش به خاطر تعمیر آخرت باشه، فکر آخرت باشه، یقینا امید دنیاست که امو آخرت انسان آباد میکنه. از دنیا مزرعت الاخره به می خاطر است، کشزار آخرت در می دنیاست، انسان تلاش میکنه، محنت میکنه. اگر ما این دنیا را به این سیستم آباد کنیم، تعمیر کنیم که هر حرکت ما در نیت و در فکر ما تعمیر آخرت باشه، خدمت دین الله باشه، ولو که هر کار انجام میدیم. ما گفتیم که عبادت تنهایی را نمیگه، انسان تنها نماز بخونه، هر کار مرضی و پسندیده ای که به نزد الله متعال است عبادت است. مرضی و پسندیده، اگر ما با یک برادر مسلمان خود با قاش واس ماندن باشی یا سلام میدیم، این عبادت است. اگر ما تلاش میکنیم که می آبی با می ما سبب ضرر کسی نشوه، این عبادت است. پیش دروازه خود طوری جور میکنیم که مردم تکلیف نشوه، این عبادت است. این است که انسان خود به خود دمو چوکات خود عیار میسازه که دنیایش در حقیقت کشزار آخرت نگرده. در غیر از او، در غیر از او اگر کسی در تلاش ازی باشه که نه تنها ما خوب باشم و دنیایم خوب باشه، این اینجاست که اطمینان به دنیا شده و دلبستگی به دنیا شده و این اینجاست که نعوذ بالله راه شیطان را پیش میگیری، چون دنیا قدر و قیمت پیش الله متعال نداشت. به ابلیس لعین چی کرد؟ این موقع را داد که در دنیا بالکل اینی کار تو میتونی، برای تو مهلت داده شده. در حدیث پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرما لو کانت الدنیا، اگر باشد دنیا، در یک روایت عدل جناح بعوده به اندازه برابری یک بال پشه باشد، یک روایت ای تو ساوی عند الله، مساوی باشه، برابر باشه به نزد الله متعال، جناح بعوده به اندازه بال پشم چی داشته باشه، ما سقا منها، الله نمی نوشانید از اینمی دنیا کافرن به کافر چی را که اصن. او در یک روایت میگه که چیست، ما سقا منها شربت ما، این الله متعال نمی نوشانید به کافر یک قرط آب هم. چرا؟ به خاطری که دنیا پیش الله متعال قدر قیمت نداره، ارزش نداره. از همون خاطر است از نعمات دنیوی کفار خیلی زیاد چی هستن؟ بهره مند هستن، از او سود میبره، از او فایده میبره الله متعال. یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن ما پیش میشه همیست، کفار چرا آرام و راحت است؟ چرا همه وسایل مادی و وسایل زندگی قطع از و فراوان است و مقصدشان همی دنیاست؟ محنت و زحمتشان برای دنیاست و الله متعال برش میده. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء، به هر کس الله میگه ما میدیم، این طایفه هم و طایفه هم، کافر هم مسلمان هم، از دنیا ممانعت نیست. ابراهیم علیه السلام زمانی که میگه قال و من کفر فامتعه چیست قلیلا ثم اضطره الى النار،
ابراهیم علیه السلام بسیار به احتیاط دعا میکرد که الله برای چیست؟ با کسی که ایمان داره با تو و روز آخرت به او رزق بده. الله میگه نه، معامله دنیاست. اونجا که پابندی می کردم بالای ازی که لا ینال عهد ظالمین، تعهد و پیمان ما به ظالما با کفار حاصل نمیشه، مسئله امامت بود، الگو شدن و نمونه شدن در راه دین بود. این گپی بود که برای کفار، برای ظالما، ذریه ظالمی تو، ذریه که از راه منحرف شده برای از او حاصل نمیشد. اما معاملات دنیا، کارهای دنیا، این برای کلگی البته قلیل است. چرا که عمر انسانی عالی ببینیم چقدر است. بسیار کم افرادی است که در معاشره ما شما از 100 سال به او طرف شود. از 80 سال به او طرف اگر زنده باقی بمانه کلی عمر در تکلیف و رنج و مریضی و ایگه پاست. پس این خیلی کم است. خیلی کم است. معلوم شد که اهمیت دنیا به نزد الله متعالی چیزی است. از امو خاطر موقع داده با ابلیس موقع داده که باید باشه تا که قیامت قایم بشه باید باشه. و کدام قسمایی که یاد کرده موقع داده الله متعال برای ازی. چرا موقع داده؟ این طرف بندگان الله حالات ابلیس مکمل شناسایی کرده، هویت ازیرا، شخصیت ازیرا، صفت ازیرا، انجام ازیرا. قرآن برای ما بیان کرده که چی هسته؟ شیطان در کدام سرنوشت دچار میشه و کسی کتابی داره شیطان. بازم مردم رای شیطان تعقیب بکنه چقدر سخت است. اینجاست که برای ما واضح میشه که هیچ وقت دلبستگی به دنیا نداشته باشیم. اگر دنیا داده استیمامیه باید در خدمت دین گذاشته شود، در خدمت دین استفاده شود، در خدمت دین استعمال شود. به انسان کم نمیشه. چرا دنیا پیش الله متعال قدر قیمت نداره؟ پیغمبر علیه الصلاه و السلام زندگی را خوش نداشت. از همون خاطر دعای خودی دعا را میکرد، اللهم اینی اسألوک به علمی که الغیب. الله ما سوال میکنم به ذریعه او علمی که همه چیزای پنهان برش واضح است. و قدرتی که علی الخلق، بالای مخلوقات که کدام تصرف و قدرت داری. احینی ما علمت الحیات خیرن لی، مرا زنده نگاه کن تا وقتی که تو میدانی که زندگی برای ما بهتر است. و توفنی ما علمت الوفات چیست خیرن لی، مرا وفات بکنی در وقتی که تو میدانی که وفات برای ما خیر است. بس اوقات عمر انسان طولانی میشه، بجز از کمایی گناه، بجز از کمایی نعوذ بالله نافرمانی الله متعال، دیگه هیچ چیزم در دست نمی باشه. تأسف در این جاست که ما وقتی معاشری خدا نظر میکنیم یقینا نمطور است. پیغمبر علیه السلام میفرمه کن فی دنیا که انک غریب، تو در دنیا طوری باش مثل که یک مسافر هستی. مسافر هیچگاه برای خود جای تر نمیکنه. چرا که نیتی شیست، اراده شیست که من از اینجا کوچ کرده نیست میرم، برای خود تعمیر جور نمیکنه، فقط روزی خود تیر میکنه خیر و خلاص. او عابر سبیل دی، او علما نوشته میکنن، بعضی میگه به معنای بل است مسافرام، نه بلکه یک گذرنده راه، کسی که یک از یک راه میگذره این نمی رقم باش. او بعضی میگه نه تقسیم کرده، یا با مسلم مسافر یا تیر شوندی که از یک راه باشه امور رقم باش. ابن عمر رضی الله عنهما از امو خاطر عظمی حدیث پیغمبر علیه السلام توصیه میکنه، خذ من چیست حیاتک لموتک، از زندگی خود برای مرگ خود بگی یک حصه را جور کن. مراد از گرفتن اینمیست که تو اینمی حالت صحتت است باید چیزی را داشته باشی. و من صحت که لسق میکده اون جمعه با صحتت برای مرضت یک چیزی را بگیر. چی رقم آدم گرفته بیتانه؟ انسانی که جوان است، انسانی که تنومند و صحتمند است، عبادت الله متعال میکنه. زمانی که مریضی سرش بیا همی عبادت الله را به او سیستم نمیتانه یا مکمل نمیتانه. اگر تو دمی حالت راحت عبادت الله را کرده باشی، تو در حالت امی زحمت رسیده باشی، توانمندی ادای ازو را نداشته باشی، الله ثواب امو عبادت برات نوشته میکنه. مسافری که تهجد میخواند آلی در حالت سفر است، موقع تهجد برش میاثر نمیشه، الله متعال امو ثوابی که در خانه تهجد میخواند امو را مکمل برش نوشته کرده میره. مریضی که قبل از مریضی خود تهجد میخواند یا قدی کسی کار میکرد، خدمت یک دین میکرد، قطعی کسی معاونت میکرد، آلی از جهت مریضی نمیتونه همو عمل نیک انجام بده، الله متعال از همو عمل نیک ثوابش برش نوشته میکنه. چقدر موقع مهم است که انسان یقینا اگر ما بخوایم راستی هم دنیا خود تعمیر کنیم به خدمت دین،
اگر ما قبلا برای خود مقدمه داشته باشیم، ذخیره داشته باشیم، در صورتی که ما توانمندی ادای زور نداشته باشیم، اجرای زور نداشته باشیم، الله متعال برای ما چی میکنه؟ امور نوشته میکنه. اینجاست که پیغمبر علیه السلام دعا به می خاطر میکنه که یا الله تا وقتی که حیات یا زندگی خیر است برای ما، تو مرا زنده نگاه کن، اما وقتی که حیات خیر نباشه باز برای ما مرگ نصیب بکن، که مرگ برای ما بهتر است. ریش سفیدای ما، مردمای ما بیچاره، چون که تمام جوانی و عمر خود در کجا تیر میکنه؟ در لهو و لعب. شما باور به الله بکنی، همیالی ما ریش سفیدای داریم، پرسان از پیش بکنی که یک دعایی که موصول از پیغمبر علیه السلام باشه یاد داره یا نداره؟ در کلی عمر، در کلی عمر، یا در تشناب رفتن، یا در مسجد رفتن، یا نان خوردن، یا خواب کردن، یا از خواب بیدار شدن، شما پرسان بکنی. 60-70 سال عمری هر کس است، تلاوت درست قرآن قطش نیست، وظیفه نداره، از کار نداره، زمانی که مریض میشه باز آسان بهانه برشان جور است، حتی نماز نمیخوانه، همینطور باقی میمانه. این مرگ برای انسان یقینا که در داور است. این مرگ نیست که انسان یک چیزی بده، این مرگ چی؟ این حیات و زندگی، این حیات و زندگی یک دم رنج است، سبب تکلیف دیگران میشه. اقارب قطعت به تکلیف است، کالا کردن تو، حالت تو در کدام سرحد میرسه؟ این طوری زندگیش به درد نمیخوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم می دعا را کرده که حیات بر ما اگر خیر باشه، تا که خیر است ما را زنده نگاه کنه، که خیر نباشه مرگ بهتر است. ابلیسی لعین حیات برش بهتر نیست، چرا که تمام روز در سرکشی و شیطنت و معصیت دیر کرده رویسته و برایش خیر نیست، و دیگه هم غرق شده میره، غرق شده میره. الله متعال معلوم کرده بود، الله سرش ظلم نکرده، اما مو فساد عقیده ای که در قلبش موجود بود، امو کبر که در قلبش موجود بود، امو ظهور کرد، انفجار کرد، در موقعش انفجار کرد. آدمی بدبخت، آدمی که عقیده گنده داره، یک روزی نمی قسم انفجار بکنه. از امو خاطر طول حیاتش مکمل در معصیت الله متعال تیر میشه. انسان حراسه داشته باشه، اگر حیات برای ما بهتر باشه، الله برای ما حیات نصیب بکنه، خب که حیاتی صحیح داشته باشیم. حیات ما کی میشه؟ وقتی که ما یقینا اینمی طور سن جوانی خود در عبادت الله، در طاعت الله، در جستجوی علم دین، ما چه قسم خود آراسته بسازیم، کدام کار برای ما مناسب است، کدام عمل عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سری کدام عمل الله برای ما اجر میده، تلاش و جستجوی ازیر داشته باشیم. این در خانه حاصل نمیشه، یه بطور حاصل نمیشه تا وقتی که انسان طلب نکنه. طلب کردی، انابت داشتی، خودم متکبر نگرفتی، ما میفهمیم. بسیار جوانایی که شاید نزدیک باشه به اینم اینجا، به این مرکز علم، اما یک چیزی در ذهنش میگرده، نه ما چی کنیم، به درس ضرورت نداریم، الله متعال محروم میکنه، هیچ موقعی برش میاثر نمیشه. چرا؟ انابت دیش نیست، خود کلان میتراشه. دوم، خیلی ضرورت برش داره، این احساس داره که ما خیلی نیازمند عزیزیم، که بعد طرز زندگی خدا موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بفهمیم، اما طلب نمیکنه، نمیره در مو جایی که امی گپ نمایان میشه، در اونجا حرکت نمیکنه. این است، اگر جوانی ما در این حالت تیر میشه، طبعا که عمر پیری هم سریزی مرتب است، چون جوانی به طرز تیر شده که او موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه، پیری هم سریزی مرتب میشه. این امی رقم است. اگر کسی جوانی را به طاعت الله تیر کنه، باز اونو سختی و پیری هم الله متعال اونمو قسم مرتب میکنه که چی قسم در جوانی چی شده گذشته. وقتی پیغمبر علیه السلام ای گپ میزنه، معلوم شد که برای ما مطلق زندگی خوب نیست، زندگی او زندگی خوب است که در طاعت و عبادت الله متعال تیر شود. الله متعال از امو خاطر چی داد؟ موقعی داد برای ابلیس که بله از جمله منظرین است. خب آلی اینجا قال فإنك من المنذرين، تو از جمله کسانی هستی که بریتان مهلت داده شده. از این معلوم میشه که غیر از ابلیس دیگه کسان از جمله کسانی هستن که برشان مهلت داده شده. اول خو ابلیس الله موقع داده خود ابلیس زنده میباشه این تا قیامت، اما اولاد ابلیس که شیطان است، شیطان جن است، همون جنیاتی که سرکش و متمرد است، دوا چیسته؟ مرگ، میمیرن نسل به نسل، نمیتونه پیدا شده میره، اما تنها ابلیس الله دعایش قبول کرده
برای امتحان بندگان خود اینمی رقم گذاشته، تربیه میکنه، افراد داره، لشکر داره، امی لشکر معذف میسازه برای اجرای کارا. از این خاطر در حدیث صحیح میگه که شیطان تخت خود سری چی میمانه؟ سری بحر میمانه و بعد از او گروپ های خود توزیع میکنه که بری حرکت کنیم برای افساد مردم کوشش ها بکنی. بازار کدام که پس جمع میشه کارگزاری خود برای ابلیس چی میکنه؟ بیان میکنه. از جمله منظرین و کسی که مهلت داده شده مثلا جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، ملائکی که عرش چی میکنه، یام تا روز قیامت همینطور باقی گذاشته شدگان است، دیگر الله متعال میدانه. آیا در بشر هم از جمله کسایی هست که منظرین باشه همینطور تا روز قیامت زنده باقی بمانه؟ موضوعی که قبلا هم یک مرتبه ما و شما اشاره کرده بودیم که بعضی مردم ها عقاید داره که آیا در زمین هم کسی هست از جمله کسانی که عمر دائمی داشته باشه؟ ظاهر قرآن کریم این موضوع را رد میکنه. چرا؟ سوره انبیاء الله متعال می فرماید 34 و 35 است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد، ما برای هیچ انسان پیش از تو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه بودن برش نگردانیدیم که او همیشه باید باقی باشه. کلگی وفات میکنه، الله مرگ مقرر کرده، کسی نیست که قبل از تو همینطور باقی مانده باشه. پس این مشرکین به مرگ تو خوش هستن، اگر تو بمری یه طور فکر میکنه دعوت تو، تبلیغ تو یا بیخی آرام میشه، آسوده میشه؟ نه، آیا خودی از یا وفات نمیکنه؟ به مرگ تو خوش هستن، اما خود خبر نداره که خودشان هم میمره، خودشان میمره، یه چیزش باقی نمیمونه، اما تو میموری دعوتت باقی مونده، شاگردایت باقی مونده که دعوت آبیاری کرده رو ایستن تا روز قیامت همینطور میباشه. از او خاطر میگه فامت فهم الخالدون، آیا تو اگر وفات بکنی یا همیشه هستن چی؟ خویام میمره، تو خوش هستی که فلانی بمره، خود تو میموری. کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است، هر چیز زنده جان، نفس چیز زنده جان میگه و هر زنده جان چشنده مرگ است. ای آیت دلیل بالای عزیست که در دنیا کسی به طریق دوام باقی نمیمانه. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرمه ارائیتم لیلتکم هازهی، خبر بده از این شب، مراد عزیست که پیغمبر علیه السلام به امت خود خبر میده، فانه لا یمر علیها مئه سنه، یقینا شان سخنی است که تیر نمیشه سری زمین 100 سال، و علی الارض نفس منفوسه، در روی زمین یک نفسی باشه که او زنده باشه. یعنی امو مردمی که فعل حال موجود است بعد از 100 سال کل ختم میشه، هیچ کس باقی نمیمونه. از او خاطر کسی از انسان ها در اینجا باقی نمیمونه بجز از دجال. او توسط دلیل علایده استثناء شده که او هم در یک جزیره زندگی میکنه و الله متعال امیقدر عمر برش میده و پس خروج میکنه که واقعات شلایده خیلی زیاد بر ما و شما میه. باقی ماندری مورد که خضر و الیاس علیه السلام، یک تعداد مردم عقیده داره که یام زنده هستن، دیگه ای گپ قطعا نادرست است. ظاهر قرآن و حدیث این موضوع را رد میکنه که نه، خضر و الیاس علیه السلام زنده نیستن. دلیل چیه که یا زنده نیستن؟ پیغمبر علیه السلام زمانی که چی تورات خوانده میشد در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چهره مبارک پیغمبر علیه السلام تغییر میکرد، عمر رضی الله عنه میخواند، باز بعد از او ابوبکر رضی الله عنه وقت تنبیه داد به عمر رضی الله عنه که چی میکنی؟ پیغمبر علیه السلام در این حالت است. باز بعد از او عمر رضی الله عنه اعوذ بالله میگفت پناه میجست به الله متعال از غضب الله و از غضب رسول الله متعال. پیغمبر علیه السلام در اینمی طور مواقعی که مردم یک کمی توجه یا رجوع به سوی تورات کرده، قرآن گذاشته، میل و رغبتشان به او طرف شده، او را میخوانه، پیغمبر علیه السلام بسیار سخت در این مورد ناراض بوده و چهره مبارک بسیار غمگین. و بعد از او به خاطر از این که تنبیه شوه امتش، صحابه کرام هم آگاهی پیدا بکنه که شریعت اسلامی یا دین اسلام چی یک دینی است، آیا ضرورت به کتاب های سابقه هست، به حکایات سابقه هست ما از اونجا نقل قول بکنیم؟ پیغمبر علیه السلام در حدیث خود گفت که لو کان موسی حیا، اگر موسی علیه السلام زنده می بود، ما وسعه الا اتباع، گنجایش برای از او نبود به جز از تابعداری ما. الله متعال از تمام انبیاء علیه السلام عهد گرفته
که اگر شما به امت خود پیغمبر علیه الصلاة و السلام اوصافش بیان میکنی، اگر در وقت شما موجود شد نصرت و کمربستگیش میکنی. از او خاطر در هر موقعی که تکلیف سری پیغمبر رسیده و خضر علیه السلام یا الیاس علیه السلام زنده می بود، باید در اونجا حاضر می شد. چرا که پیغمبر گفت که اگر موسی علیه السلام هم زنده باشه، به جز از تابیداری من دیگر راه نداره. و این تعهد الله متعال از هر پیغمبر گرفته. پس معلوم شد که انبیاء علیه السلام تا آلی را باقی نمانده، یعنی سر از یا مرگ آمده و یا وفات کردن. ای عقیده کسی میگه که نیز زنده است. ای اکثر قصه های دروغینی که مردم برای فریب مردم، بعضی مردم جور کرده و خدا به اینمی نام ها میخواه امو سیاست خدا، فکر خدا سری مردم بچلانه. گوی میگه که برای ما خضر علیه السلام آمد مرا در بغل گرفت، علم از او یاد گرفتم در یک شو. گوی میگه که اینی حالات خضر علیه السلام برای میگه به خاطر از اینکه مردم توسط اینی گپا فریب داده باشه، اینی گپا افواهات در را میندازن و قائل بیستن که خضر علیه السلام است، حالان که خضر علیه السلام وفات کرده زنده نیسته. چرا که اطمان بعد در نصرت و کمک پیغمبر علیه السلام در این قدر جنگا حاضر می شد. وقتی حاضر نشد دلیل بالای ازی شد که وفات کرده. بلکه این اختراعی ها از جمله اموری است که نمی مردم های مزخرفین برای دوام دادن و نمی مزخرفات خود و اغوا کردن مردم اینی گپا را پیش میکنه. چرا که خلاف ظاهر آیات قرآن کریم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برای ما واضح شد که ابلیس لعین از الله متعال دعا طلب کرد، الله برش مهلت داده و ابلیس چی گپا را میگه و چی کارا را میکنه انشاءالله در درس دیگه در این مورد باز گپ میزنیم که ابلیس چقدر تاکیدات کرده برای اغوای مردم. پس زمانی که ابلیس ترپایچه را برزده باشه، اقدام کرده باشه برای گمراه کردن ما، ما چقدر مطمئن بگردیم و اینطور فکر بکنیم که کسی ما را بگه از راه خطا کرده نمیتونه؟ نه، بلکه انسان بسیار دشمنای خیلی زیادی داره، هم از شیطانای جنی و هم از شیطانای انسی. از امو خاطر است با راه های مختلف انسان اغوا و منحرف میکنه. از ما که همیشه تاکید میکنیم که علم خیلی اهمیت داره، بخاطر که بدون علم مبارزه با اینمی شیطان شده نمیتونه. چرا؟ بخاطر که مکاید ازیره، دسیسه های ازیره، نقشه های ازیره بدون علم انسان شناخته نمیتونه. همیشه شیطان در لباس خیرخواه و ناصح به انسان پیش میشه، مثل که دینمی واقعی آدم علیه السلام من حیث ناصح پیش شده و با آدم علیه السلام حتی قسم خورده و معرفی کرده که اینمی چیز درخت از جمله درخت های است که کسی از میوه زی استفاده بکنه همیشه دائم در جنت باقی میمانه. معلوم شد که شیطان از راه نصیحت به انسان پیش میشه و انسان از راه میکشه. پس اینجاست که انسان درک میکنه که ما در این زندگی، در مسیر زندگی خود چقدر خطرات بر ما متوجه است، شیطان چی کاره میکنه و ما را از کدام را اغوا کرده میتونه، منحرف کرده میتونه. از او خاطر است بر ما ضرور است که ما باید بشناسیم شیطان که چی اقدامی داره، از کدام را حامیه. قرآن کریم با وصفه که بسیار تفسیر از حالات شیطان نکرده، به طور خیلی مختصر بیان کرده، اما امی مختصرات بسیار انسان هوشیار بیدار می سازه که مکاید شیطان مکمل بر انسان برملا میشه. انشالله در درس آینده شیطان که کدام دسیسه ها را در کار می گیره و چی کارای می کنه، آن چیزی که در قرآن کریم برای ما ذکر شده انشاءالله او را بیان میکنیم. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که عزیز زندگی که ما در دنیا داریم به خیر ما باشه. الله ما را زنده نگاه کنه و همیشه در خیر استعمال کنیم و از اونمو شر شیطان الله متعال ما و شما را نگاه بکنه و ما را در راه شیطان الله متعال نبره. نعوذ بالله که در قلب ما تکبر کلانی، نعوذ بالله ای گپا باشه. ما را الله متعال بندگان منیب، محتاج به نظام الله، محتاج به عبادت الله، بندگانی که یقینا از قلب و اخلاص خود ما پابندی به اطاعت الله داشته باشیم، ما را بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیار من بگوید که در هجرت من دیوانه عاشق صادق است ولی بیچاره ناتوان است.
بجز درود سلام تو پادگاری ندارم ملهمی وصل بیاور بزخم جیگرم الله زخم جیگرم نسیم سبایی برو بسوی دل برم ملهمی وصل بیاور بزخم جیگرم الله زخم جیگرم بیالا شدا صدیق عمر عثمان.